سلام میگم به تک, تک برادر خاره عزیز مهمونای عزیز در این مکان و همینطورم هم از طریق یوتیوب که با ما وست شدن امروز همینطور پرستشم هم، یا وسط پرستش و این شهادت رو شنیدین که شهادت حال مثل یک موعظه میمونه که میتونه با قلبای ما صحبت کنه و شهادت یه چیزی هست که نه هرچقدر چقدر شخصیه فقط همه ما میتونیم تجربه کنیم اون خدای ما با روش های مختلف میتونه با ما صحبت کنه و همینطور نه فقط صحبت کنه ملاقات داشته باشه و زیبایی مسیحیت اینه که نه یه جوری کارهایی که ما باید انجام بدیم ما رو زندگی ما رو دیگرگون میکنه یا ما رو تبدیل میکنه بلکه ملاقات های که با خدا داریم که به وسیله او انجام میشه خودش میاد افشا میکنه و خودش هم همینطور به قلبای ما نگاه میکنه طبق این آرزویی که ما داریم طبق این اشتیاقی که ما داریم برای این شهادت همینطور که قبل از اینکه برادر من سینا گفته بود یه چیزی که مر من خیلی مهم بود این بود که قبل از اینکه خودش رو آماده کرده بود چیک کرده بود امروز میخوام با داماد ملاقات داشته باشم بعد از رفتم اونجا دیده اصلا کسی اینطوری با این لباس نامده بود و برای ما معمولا نگاه میکنیم به دیگران میگن باشه که پس ما هم بریم مثل دیگران بشیم نه و میگه نه برای من مهم نیست که دیگران چی فکر میکنن ما اینجا جمع میشیم مهم نیست که دست راست چپت پرستش میکنه پرستش نمیکنه یا میاد نمیاد بلکه خدا به این قلب های نگاه میکنه که با اشتیاق میاد و او رو میخوان خیلی مهم هست که همینطور قبل از اینکه موعظه رو شروع کنم این فقط یک میگم پیش موعظه ای هست خیلی مهمه که مثلا روزهای یک شنبه که ما اینجا جمع میشیم ساعت چهار جلسهمون شروع میشه و خیلی مهمه که عزیزان یاد بگیریم به احترام عیسی مسیح ما سر ساعت یا حتی زودتر هم اینجا بیاییم اگه واقعا میخوای با خدا ملاقات داشته باشی حتی زودتر بیای خودت رو آماده کنی خودت آماده کنی که الان وارد پرستش میشیم میدونم بعضی وقت یکم شاید نمیخوام میگم سخت بعضی وقت اینطوریه که میگیم که طبق عادت دیگه میایم داره آخرین لحظه میایم اینجا میشینیم و شروع میکنیم فقط اون موقع نمیتونیم درست تو پرستش بریم نمیتونیم اینطوری ملاقات داشته باشیم فقط سرودها رو میخونیم و بعد از این نگاه میکنیم که سرودا تموم میشه که بتونیم کلام رو بشنویم فقط اینطوری خدا صحبت نمیکنه خدای ما خدایی هست که نگاه میکنه به قلب های ما به اشتیاق ما چقدر ما در این قسمت ما قربانی میدیم چقدر ما قربانی نه اینطوری باید کاری بکنیم منظور من چقدر میگیم که خدا من من سعی میکنم سر ساعت اونجا باشم من میخوام خودم رو آماده میکنم افرادی هم اصلا تو خونه خودشون هم آماده آماده میکنن دعا میکنم خدا من امروز یک شنبه است امروز میخوام الان با کلیسا با خانواده تو اینجا جمع بشم و اونجا پر تو رو پرستش کنم و میخوام خودم رو آماده کنم فکرم قلبم آماده کنم بعضی افراد که هستن که میان توی کلیسا اینجا خودشون آماده میکنن. مهم نیست مهم اینه که از آن یاد بگیریم یک شنبه هایی که اینجا جمع میشیم سر ساعت چهار واقعا همه جمع باشیم به احترام عیسی مسیح ما آمدیم پادشاه پادشاه رب و لرباب و منجی عالم رو پرستش کنیم و اگر واقعا این قدر رو بدونیم قدر نجات ما رو بدونیم اون موقع صد در صد اونجا سر ساعت میاییم سر ساعت با هم دیگه میگیم سو الان با هم میخوایم خدا رو شکرگزاری کنیم همین اولین سرودی که ما خوندیم چی بود ای فرزندان نورگرد هم بیاییم با شکر و سپاس او رو تمجید کنیم دستای خودمون رو بلند کنیم من فکر میکنم این روش رو بعضی وقت ما فراموش میکنیم و ما چون همه یاد گرفتیم یه شخصیت ما یا رفتار ما بعد از یه مدت عادی میشه و همینطورم هم با عیسی مسیح عادت میکنیم همین روش های خودمون خودخواهی خودمون فقط اینو میخوام بگم که شما رو تشویق کنم چون آرزو من آرزو نسین آرزو آرزو اینه که تک تک شما میاین که یک شنبه با خدا ملاقات داشته باشین و من طبق معمول ما اینطوری پرستش نیم پرستش یعنی خود آماده کردنه که الان خودم من برمیافرازم نام تو رو و همون برای خودم هم همینطور زمانی که اینجا پرستش میکنم سعی میکنم فقط به اون نگاه کنم و همینطور کلم که صحبت میکنم برای شما نمیگم بلکه برای, برای به خودش میخوام بگم که احتیاج دارم امروز هم احتیاج به تو دارم فکر نکنید که ما اینجا خدمت میکنیم شبان من نانستین همه غول ایماندار هستیم میاییم اینجا پر نه بعضی وقت با ضعف میاییم بعضی وقت با درد میاییم فقط اون موقع فقط و فقط می که خدا فقط میتونم به تو نگاه کنم تو هستی که ضعیفان رو بلند می‌کنی، تو هستی که شکستگان رو خدا من دوباره قدرت و امید میبخشه و این روش دوباره باید به کلیسای آلفامگا مگا قرار بگیره و کلیسای دیگه افرادی هم که اونجا به ما نگاه میکنن آمین قبول میکنین خدا روشتو. پس هفته آینده خواهیم دید باید این چیزها رو گفته بشه ما آلمانی میگم وی پراخن اپول فوسترد میدونی چیه؟ ما بعضی وقتی کسی رو احتیاج داریم که لگن؟ لگد؟ چی؟ سوگلمه؟ کسی رو احتیاج کسی رو احتیاج داریم سلغمه بزنه باشه چی؟ باشه دیگه فهمیدیم منظورش <applause> و اینم با محبت برحال من اینجا داوری نمیکنم. من واقعا برای خودم و برای شما این آرزو رو میکنم یک شنبه ها روزهایی باشه که ما کلیسا ملاقات با خدا داره ما دوست داریم منم دوست دارم از اینجا زمانی که میرم خونه بگم که چیزی دریافت کردم چیزی در من در قلب من در فکر من انجام شد یه قسمتی باری برداشته شد یا همینطورم متوجه بشم که یک مشکل های چیزایی درد هایی که یا اشتباهاتی بود خدا به من نشون داد روش باید کار کنم فقط این نیست که فقط برکت بگیرم بعضی وقت هم هست که خدا صحبت میکنه ما رو به فکر میندازه چی, می، چی گفتین؟ چیه؟ چی؟ سلو؟ سلوغمه بعضی وقت خدا سلوغمه میکنه <تصفح> <تصفح> لگرم خوبه لگن بهتره فکر میکنم هر چقدر سلومیلی نمیدم چیه فقط لگن یه دردی باید باشه اوکی؟ گود خدا رو شکر برای این کلامی که امروز هم تو قلب من بود که صحبت کنم احتیاج واقعا به یک لگنی به تک تک ما داره که خدامند با فیضش به ما اینو ببخشین رحمت رو یا فیض رو ببخشه کلام خدا میگه که در متاب به پنجای چارده و تا 16 فقط یه قسمتش میخونم چارده شما نور عالمید یا شما نور عالم هستید شهری که بر کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد شما نور عالم هستید کلیسا یک کلیسایی هست که عیسی مسیح اونجا سر این کلیساست یک جامعه الهی ما هستیم این کلیسا ساخته نشده یک ارگانیزاسیون این ساخته شده به وسیله روح قدس و اینجا روح خداست که اینجا ساکنه و قلب های ما که زمانی که عیسی مسیح که نور این جهان ما قبول میکنیم ما فرزندان نور میشیم آمین خوشحال هستین که فرزند نور هستین یعنی در تو یک نوری هست میدرخشه و یعنی این نور مال این دنیا نیست بلکه این نوری از آسمون آمده در قلب ما وارد شده و همینطور به این خاطر یک کلیسا یک, یک، همینطور گفتم یک جامعه الهی هست که روی یک کوه الان ساخته شده ما الان روی کوه زیون هستیم زمانی که خدا به ما نگاه میکنه میبینه یک کلیسا یک جامعه الهی یک خانواده خدا که روی کوه اونجا ساخته شده بالاتر از همه نظامهای سیاسی و سکولار خدا ما رو اینطوری میبینه این دنیای روحانی هم ما رو اینطوری میبینه فقط ما خودمون رو اینطوری نمیبینیم به این خاطر وسط این مرکز یا سر این اه اه کلیسا یا این شهری که ما هستیم ما هم شهر اورشلیم هستیم فلحقی فقط هنوز به کاملیت نرسیدیم و اینجاست که خداست که اینجا حکومت میکنه و کلام خدا میگه که شما نور عالم هستی شهری که بر کوه بنا شده نتوان پنانی کرد یعنی ما باید الان یک کوه هستیم و دورور این کوه تمام افراد باید این خونه رو ببینن باید این شهر رو ببینن این درخششی که در این شهر هست باید ببینن ما باید با این دید نگاه کنیم و مطمئن هستم زمانی که خدا عیسی مسیح از بالا نگاه میکنه او که در دست راست پدر نشسته ما رو عنوان یک شهری میبینه و که روی کوه ساخته شده و خودش ما رو اونجا ساخته و این نور عیسی مسیح که بود اوورده مگه از ابتدا کلمه بود کلمه نزد خدا بود کلمه خود خدا بود در کلام حیات بود و این حیات نور انسان بود به وسیله کلام ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح و زمانی که باور کردیم این نور وارد زندگی ما شده ما آشنا هستیم با حقیقت چون عیسی مسیح خودش راه حقیقت و راستی است به این خاطر زمانی که عیسی مسیح آمد اولی همینطور که خدمتی میکرد رفته تو کنیسه و اونجا شروع کرد به موعظه کردن همینطور گفته روی خداوند یهوه بر من از زیرا خداوند من رو مس کرده است تا مسکینان رو بشارت بدم یعنی من آمدم الان این کلام رو اینجا تکثیر کنم آمدم این کلام رو به تک تک مسکینان منتقل کنن و از تک تک این افراد نورهایی بسازم تا مسکینان رو بشارت بدم و من رو فرستاده تا شکست دلان رو التیام بخشم و اسیران رو به رستگاری و محبوسان رو به آزادی ندا کنم اوست که اول جلوی ما آمد هنوز که ما هیچ چیزی نبودیم او آمد این نور رو او 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 آورد این کلام, کلام پادشاهی خدا رو او او آورد که توی این پادشاهی خدا شفاست آزادیه و جمی را تسلی بخشد و این کلام تسلی است این روح تسلی است تا قرار دهد برای ماتمیان سهیون و به ایشان ببخشد تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوهگری و ردای تسبیح را به جای روح کدورت اون عیسی مسیح که از آسمون آمد این شروع کرد پخش کردن او یک کوهی بود در اورشلیم در اسرائیل و از اونجا خدا شروع کرد به همه جا رفتن و این حیات رو منتقل منتقل بکنه پس اولین کسی که آمد عیسی مسیح بود و به این خاطر به این خاطر ما کلیسا این خاندگی رو داره که نور خداوند کلام بشارت رو یعنی بشارت رو یعنی کلام خدا رو کلام پادشاهی خدا رو بتونه به این دنیا برسونه ما ما, ما اگر میخوایم خودمون رو مثل یه چراغ نگاه کنیم تقریبا مثل اینکه یک سیمی هست از آسمون به ما وش شده و خداست که اونجا این چراغ رو روشن کرده و ما شروع میکنیم به درخشیدن و اونجا روشنایی میکنیم و این خاندگی یک کلیسایی هست و حتی در اگر نگاه کنیم ما الان در زمان آخر هم زندگی می کنیم باور می کنیم امیدوار هستم <applause> و اینجا زمانی که عیسی مسیح در مورد زمان آخر صحبت کرد در متی 24 صحبت میکنه چه اتفاقاتی خواهد افتاد چه بلایی خواهد آمد و و همه چی هم الان 2000 سال پیش الان اتفاق میافته فقط یک اشاره یه چیزی میکنه ربطی داره به آمدن عیسی مسیح ربطی داره به آمدن خودش و اینجا میگه که به این به این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امتها ها شهادتی شود آنگاه انتهای خواهد رسید آنگاه من خواهد آمد یعنی ما در یک زمانی زندگی می کنیم کار خداست اینه که این موعظه پادشاهی کلام پادشاهی خدا به همه امتها رسیده بشه همه باید گوش کنن بشنون و بعد از این میگه که خدا من خواهم آمد و اینجا یک کلیسای وظیفش هست که بتونیم اینجا هر جایی که ما هستیم از از خونه خودمون شروع کنیم و همینطور هم همسایه هست ما کلام خود از اورشلیم شروع میکنیم بعد از این ساماری و بعد این یهودا و هم اینجا به تمام دنیا اینجا ما تک تک ما یک مسئولیت بزرگی داریم نور این دنیا بیا بیشتر بگم که ما فرزندان نور هستیم و باید شروع کنیم این نور رو به دیگران منتقل کنیم و چطور افراد بتونن ایمان بیارن به وسیله کلام خدا ما دوست داریم همه ایمان بیارن فقط به وسیله کلام خداست این هم در رومیا به ده گفته ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خداست و ما اینجا بلنگوهای <applause> نه فقط بلنگو اینطوری فقط بگم بلکه زندگی با زندگی خودمون هم اینطور بشارت میدیم این دنیا هستیم که بتونیم کلام انجیل رو کب... کمر، کلام خوشی انجیل رو بتونیم به همه بتونیم برسونیم این وظیفه نه کلیساست که الان شما فکر کنید که شبان کلیسا هستن رهبرایی هستن الان باید برن این کار رو انجام بدن این کار رو ما انجام دادیم زمانی که ما خودم هم اینجا ایمان رو بودم مغازه <applause> گلفروشی داشتم و گفتم خدا من چه کاری باید انجام بدم من الان باید یه, یه کاری انجام بدم و تمام این گل گلخونه رو اینجا با آیه ها با چیزایی هست که مربوط به کتاب مقدس جا پر کرده بودم یا هر کسی که وارد میشد اونجا هی نمیدونم راه و راستی حیات عیسی زندگی تو دیگر گون میکنه و یعنی کسی که می آمد واقعا این نور کلام خدا رو میدید بعد از این گفتم چه کاری باید بکنم بعد از این رفتم توی یک سینما ها می که قبل از فیلم شروع بشه تبلیغاتی میکنن یا رفتم گفتم حداقل باید اونجا افرادی میرن اونجا میشینن باید گوش کنن پس فیلم درست نکردم بلکه یک چیز نمیدونم دو دقیقی شروع کردم یه عکس چیزایی چیز گذاشتم و اونجا یک آیه گذاشتم میرم دعا کردم گفتم چه آیه بذارم و اینجا خداوندشون داد مزمور پنج های پونز، پونزک میگه که در تنگی من رو بطلب و من تو رو در تنگی اجابت خواهم کرد و تو منو تمجید خواهی کرد یا در تنگی منو بطلب و اینا اینجا نوشته بودم و همینطور حال و یک بار رفتم میخواستم ببینم چطور رفتم اونجا اجازه داشتم چون تبلیغ خودم اونجا کرده بودم خرجا رو همه چی رو خودم داده بودم اجازه داشتم مجانی برم تو و رفتم اونجا نشستم و زمانی تبلیغ آمد عزیزان افراد شو کردم به خندیدن مسخره کردن یه دردی بود فقط گفتم وظیفه خودم رو باید انجام بدم اونا نشستن شاید از این صد نفر یا 500 و 500 پنجاه نمیدم چند نفر اونجا بودن یا شاید یک نفر دو نفر اینو شنیده شاید یک کسی در درد و رنج بود اینجا میگه منو به طلب در تنگی و منو من تو اجابت میکنم و تو منو پرستش خواهی کرد می نمیدونم شاید یک کسی ایمان آورده یا کسی هم ایمان نبوده فقط نگاه یعنی یه دردی آمد زمانی که رو کردم خندیدن و عکسی گل فروشی خودم رو اونجا گذاشته بودم یعنی از اونجا میتونی اگه میخوایم میتونی بیاین اونجا گل بخری نه فقط گل بخری بلکه کلام خدا رو بشنوین در رومیان ها با یک آیه 16 و اینجا 16 و 17 میگه که زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم چون که قوت خداست چون که قوت خداست و ما بعضی وقت منم خودم بعضی وقت اونقدر مشغول کار میشیم فراموش میکنیم چه قدرتی داره این کلام انجیل ما سعی میکنیم برال افراد رو نجات بدیم با کلمای خودمون یه کاری با انجام بدیم این شخص ایمان بیاره نه عزیزان کلام خدا قدرت داره زمانی که ما صحبت میکنیم خدا بتونه این شخص رو لمس کنه میگه که آر ندارم چون که قوت خداست برای آن برای آن نجات هر کسی که ایمان آورد اول یهودی پس یونانی که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست می کند در کلام خدا عزیزان تو کتاب مقدس به اندازه کافی نوشته می شود یه چکوچ میمونه یا کلام خدا مثل یه آتشی میمونه یا کلام خدا قدرت داره کار خودش را انجام بده چرا چون خدای عیسی مسیح یا خدای خالق ما اینجا گفته که خدا گفت روشنایی شود و روشنایی شد این قدرت کلام بود که همه چیز رو چی ساخت یا بنا کرد تازه ساخت به این خاطر اینجا کلام خدا خود خود پولس میگه که من خجالت نمیکشم چون واقعا ارزش این کلام رو میدونم این کلام بود که منو نجات داد این کلام بود زندگی من رو روز به روز دگرگون میکنه این کلام هست که تسلی دهنده هست چند چند شما واقعا توی ناامیدی بودین در واقعا در شکست بودین یک کلام رو شنیدیم این کلام شما رو بلند کرد که آیا کسی ها اینجا هستن؟ یک کلام حتی ناامیدی یک کلام دوباره این کلام میتونه دوباره بلند کنه چون از دهن خدا آمده با, تو صحبت میکنه همینطور که خدا میگه نترس من با تو هستم در یک زمان زمانی که واقعا فشار توی درد و رنج هستی و این صدا رو میشنوی این همه چی رو تازه میکنه الان اگه به شما بگم نترس من با تو هستم یا مرسی خدا و زمانی که اون تو این درد و رنج هستی و این دنیا عزیزان در این حال هستن ناامیدی در غم این سرودی که انتخاب کرده بودم آمدی خوش آمدی محبوب من چی بودم پر از غم پر از درد بودم و تو آمدی فیض خودت رو ریختی منو نجات دادی و اینجا هم که میگه که برای آن آدن برای نجات هر کسی که ایمان آورد ما این تجربه رو کردیم عزیزان کلام خدا بود که ما شنیدیم و الان اینجا نشستیم از دهن یک شخصی که فقط کنار ما رد شد و به ما گفت من با ایران به وسیله میدیا با یک برادری آشنا شدم اسمش ایمان و گفتم که هفته گذشته بود صحبت می کردیم گفتم که چطور ایمان آورده به اسلام مسیح گفتم من توی خیابون بودم واقعا به یک مواد رو و حال من خیلی بچه یه زن از من رد شد و در مورد عیسی مسیح صحبت کرد و یه کاغذی به من داد نسرین هم من اینطوری نجات پیدا کرده در ناامیدی و یه کسی آمد یه پسری آمد پسر پسر جوونی هم آمد نه آمد یک فقط دفتر چیز رو داد چی بود؟ او اجنام او عجیب است این نام او عجیب این پسر جوان آمد به او داد الان او اینجا نشسته چون از در حال خودکشی بود یک برادری الان تو ایران داریم که چطور ایمان آورده الان چند سال طول کشید الان وست شده با کلیسایمون و سعی کنم از اینجا بتونم اینجا برال با چیز کلام خدا و با دفترها چیزایی هستن کمک کنم پس کلام خداست که افراد به توبه و بازگشت هدایت میکنه ما کاری نمی کنیم بلکه خداست این کار را انجام میده یک بار بزرگی باید از روی, روی, دوش ما ورداشته بشه چون الان تقریبا یک ماه یک بیشتر از یک ماه ما در مورد بشارت صحبت میکنیم از جیون از ماه یون شروع کردیم من شروع کردم بعد از این نسرین بود بعد از این آرش بود بعد از این نور بود بعد از این این برادری که از اوپن دور دعوت کردیم اون در موردش صحبت کرد یا هفته گذشته نسرین بود ما الان بیشتر از یک ماه یک ماه و نیمه در مورد بشارت صحبت می فقط میگم که هنوز مثل اینکه که ما میشنویم 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 فقط هنوز اینطوری در حاله میگم باشه که یه چیزی رفته اونجا الان یاد گرفتم فقط انجام نمیدیم به این خاطر امیدوار هستم که واقعا بدونیم که اولین بار از روی دوش ما ورداشته بشه فکر کنیم ما باید بریم دنیا رو نجات بدیم نه ما فقط کلام انجیل و کلام ملکوت خدا رو میبریم و کلام قدرت داره بتونه افراد رو به توبه و بازگشت دایی کنه به اضافه زندگی ما و همینطور از زندگی شخصیت ما رفتار ما همینطور هم افراد کنجکاو میشن و میگن که این چیزی که دو داری منم میخوام داشته باشم اون, اون موقع هست که بشارت ما خوی تر میشه به این خاطر ما هیچ کسی رو نجات نمیدیم بلکه کلام این کار رو انجام میده چون خودشم میگه که من خجالت نمیکشم آر ندارم چون که قوت خداست این کلام انجیل و ما معمولا بایدم در این قسمتم متوجه بشیم زمانی که ما شروع میکنیم کلام خدا رو موعظه کردن برای شاید هشتاد درصد مسخره کنن، هشتاد درصد بخندن یا هشتاد هر درصد چخ... هر... رد کنن قبول نکنن ما مسئول نیستیم نجات بدیم و ما باید هم حاضر هستیم ما رو رد کنن ما باید حاضر باشیم همون یک ماه و نیم پیش که در موردش صحبت کردم زمانی که ما بشارت میدیم ما باید اول شروع کنیم انسان رو دوست داشتن نه یک وظیفه انجام بدیم ما باید روبروی این افرادی که هستیم همسایه هست خانواده هست یا ما باید واقعا دوستش داشته باشیم میگم اینم یک کسی هست که خدا دوستش داره و میخواد نجات پیدا کنه حتی کسانی که من فکر کردم اونها هیچ موقع ایمان نخواهن آورد ایمان آوردن و افرادی هم هستم واقعا فکر میکنم اون اون بیاد نجات پیدا کنه چه خدا چه کارهایی خواهد کرد اون اصلا محل نذاشت به انجیل ما با عقل خودمون نباید یک فکری کنیم ما باید واقعا انسان رو دوست داشته باشیم و وظیفه خودمون رو انجام بدیم کلام پادشاهی خدا رو بیاریم و حتی مسخره بشیم و جایی که مسخره میشیم جایی که افراد میخندن یک آیهی دارم که واقعا سالها منو چیز میکرد بنا میکرد و اینو باید باور کنیم زمانی که ما بشارت میدیم در اول پتروس باب چار آیه چارده است که اگر به خاطر نام مسیح رسوایی میکشید یا شما را ناسزا گویند خوش به حال شما زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام میگردد میدونی من چطور, ف... چطور, فکر میکردم اون موقع فکر میکردم زمانی که میرم اونجا شروع میکنم به بشارت دادن این روح خدا روح جلال خدا اونجا قرار گرفته خدا یا روح القدس افتخار میکنه الان کلام انجیل الان چیز میشه چی میگن موعظه میشه یا بیان میشه یه چیز میتونم بگم مثل یک چی میگم مثل یک مراسم میشه یا یه چیزی میشه چون کلام خداست ما الان موعظه میکنیم متوجه هستین مثل یک مراسمی چی درست مراسم یک فضایی چی شده اونجا جلال خداست چقدر ما تجربه کردیم یه زمانایی که با نسلینم با افراد توی هاپانوف اونجا بشارت میدادیم زمانی که میرفتیم اونجا صحبت میکردیم وقت نداریم, نداریم. اجازه هست برش ما دعا کنه باشه که دعا کنیم و یادم از با نسلی. نمی نمیتون دست میذاشت دعا میکرد می میامدن جلال خدا قرار گرفته بود زمانی که از مسافرت ما برگشتیم ما هر دفعه یعنی سعی میکنیم چون بیشتر شوفرهای تاکسی ایرانی هستن افغان هستن دو تا انجیلای هر دفعه میذارم اونجا میگم که حداقل تو ماشین که انجاز ایرانی باشه شروع کنم به صحبت کردن و انجیل دادن چون چند بار شده که باش صحبت کردم و متاسفانه انجیل نداشتم یه کارت فقط بهش دادم و این آخرین بار اینطوری بود که همینطور با نسی نشسته بودیم و همینطور می آمدیم خونه از مسافرت شب ساعت 11 11 و نیم بود و نسی شروع کرد شما ایرانی بعد از این شروع کردیم به صحبت کردن و سر در خیلی چیزم صحبت میکرد یواش هم صحبت میکرد فقط آخر نسینم گفته که میتونیم برای شما دعا کنیم و و در مورد مسیح بود میخواستیم بعد از این گفته یا زن من مریضه یا نمیدم افسردگی داره این داره اون داره بعد از این نسین شروع کرد به دعا کردن و زمانی که دعا تمام شد یه یعنی ماشینم ایستاده بود دعا کردیم و واقعا گفته که چی, گفت چقدر آ... چه آرامشی گرفتم چه... چه خوب بود این دعا آ... یعنی بنا شد چون یه لغت هایی که نسین همینطور اشاره میکرد یا یعنی بنا کننده از کلام خداست و بعد از این حال به او این کارت کلیسا رو دادیم که بتونه بیاد و همینطورم زنش رو داره بیاد کلیسا که بتونیم اونجا برش دعا کنیم این اتفاقاتی دائما میفته ما باید انجیل رو حتی یه تراکتات و یه آدرس کلیسا یا به چیزهایی با خودمون داشته باشیم زمانی که صحبت میکنیم بتونیم به ایشان بشارت بدیم و میخوام دوباره اینو بگم که زمانی که ما شروع میکنیم به بشارت دادن در مرتبه دکتره یا نمیدونم هر جایی که اینجا هستن یا خجالت نکشیم دیگران چی فکر میکنم شاید به یه کسی صحبت میکنه و مسخره میکنه یه کسی اونجا نشسته اون گوش میکنه متوجه هستین ما باید از این چیزا این بارا رو باید بندازیم دور و مطمئن باشین که زمانی که مسخره میکنن زمانی که میخندن روی تو میگه که خوش به حال شما که زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرامی میگردد میگه پسرم اب نداره من حضور من اینجاست آرامش من اینجاست دستتو بذار دعا کن کار خودم رو انجام میدم و افرادی ام که قبول نمیکنن میرن مربوط به ما نیست شاید ده بار باید این رو بشنوه که ایمان بیاره یا مثلا اصلا ایمان نیورده یک روز جلوی داوری خداوند خواهد ایستاد و جواب خواهد داد و اونجا خدا نشون میده ببین اون روز این کارو رو کردم اون روز این کارو رو کردم اون روز مثلا الان سینا رو فرستادم به اون روز مثلا بیژن رو و نخواستی و یک آیه هست که اینم واقعا فکر میکنم اینم یه جوری تکون دهنده هست یکی که پس هر کسی در برابر مردم خود رو از من خود را از من بداند یعنی اعلام کنه من مال مسیح هستم مسیح پادشاه زندگی منه مسیح خداوند منه دجات دهنده منه از آن من بداند من نیز در برابر پدر آسمونی خود او را از من خواهم, خواهم خود خواهم داشت دانست اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمیشناسد من نیز در حضور پدر آسمونی خود خواهم گفت من او رو نمیشناسم دردناک یه جوری فقط من نمیخوام قسمت دوم رو اونجا چیز کنیم بلکه تشویق میکنم زمانی که ما میریم هر جایی که اعلام میکنیم یا اینطوری شاید این باعث تشویق تک تک ما بشه زمانی که ما میریم اونجا اشاره میکنیم و میگیم که من مال ما اسم مسیح هستم و از شروع میکنیم به بشارت دادن اصلا نگاه کنیم با این دید مثل اینکه پدر اونجا نشسته به تو نگاه میکنه یا و لذت میبره و جلوی پدرش اونجا چیز میکنه میگه این پسر خودم یا دختر خودم افتخار میکنم از من تعریف میکنه منم پدر جان از او تعریف میکنم متوجه هستین این تشویق میکنه قدرت به ما میبخشه دهنمون باز کنیم هر جایی که هستیم اگه موافق هستیم بتونین نت بگیم آمین ما باید واقعا کلیسا باید از منم شروع میکنه ما باید آزاد بشیم از این ترس انسان انسان چی فکر میکنن و انسان حال چه چیزهای مورد ما میگن مهم عزیزان اینه که زمانی که میگی ما نور این عالم هستیم و اعمال ما این دنیا باید به ربطی هم داره نه فقط به کلام خودم بلکه که به زندگی خودم به زندگی ما چطور ما زندگی میکنیم یا و افراد واقعا باید ببینن که این حرف هایی که میزنم همین حرف هایی که من زندگی میکنم این میگم که عیسی مسیح به تو آرامش بده فقط من عصبی هستم نمیشه این آرامش رو باید نشون بدم و این آرامش از نور میاد در این نور آرامشه و زمانی که با او زندگی میکنم ملاقات دارم این آرامش رو برال منتقل میکنم به این خاطر عزیزان میخوام تشویق کنم الان عیسی مسیح میبینیم که در زمانی که خودش اینجا زندگی میکرد به دوازده تا شاگردهای خودش اختدار داد و رفتی برین اونجا و شفا بدیم و دیوار رو اخراج کنیم و و و, و تمام این چیزهایی که گفت و ملکوت مرو اعلام کنیم و میگم که حتی میگه قدرت میبخشم که ماران و اغربه و تمام قدرت دشمن را پایمال کنید و چیزهایی به شما ضرر نخواهد این تمام وعده هایی بود که به شاگردان خودش گفته فقط الان این چیز عوض نشده حتی بهتر شده چون الان ما قدرت روح القدس رو ما در ما قرار گرفته ما این اختداری که خداوند به شاگردان خودش دو هزار سال پیش گفت که روح القدس هنوز نامده بود درونش الان ما این داریم زمانی که روح خداوند گفته که الان زمانی که روح القدس آمد قدرت خواهیم گرفت الان ما اقتدار رو از خداوند گرفتیم به وسیله روح القدس الان این اقتدار در همه ما هست که بتونیم این کارا رو انجام بدیم به شرطی که ما باور کنیم و این هفتاد نفر که آمدن گفتن که دیوها رو اخراج کردیم و همه از ما اطاعت میکنن یا عیسی هم از اینجا گفته که شیطان رو دیدم که افتاد یعنی خدا کار شیطان رو نابود کرده عزیزان شیطان الان زیر پای ماست ما روی کوه هستیم بالاتر از همه سیاست ها از تمام قدرت هایی که در این دنیاست. جایی در آسمون اونجا نشستیم و حکومت میکنیم این اقتدار رو به وسیله رول قدس به ما داده شده به این خاطر اینجا خداوند میگه که ببین خوشحالم نباشین در مورد این که دیوار اخراج میکن، دیوار از شما فرار میکنن بلکه خوشحالی ما عزیزان اینه که اسمای ما در دفتر حیات نوشته شده که هیچ کسی نمیتونه خط بکشه از این شادی ما میتونیم شروع کنیم به بشارت دادن بتونیم کلام انجیل رو کلام ملکوت خدا به همه برسونیم آمین <متصبح> <تصبح> کلام خدا به اضافه روح قدس کار خودش انجام میده کلام خدا فقط نه کلام با روح قدس خدا شروع میکنه قلبا رو لمس کردن این دیوارهای قلب رو شکوندن و این خدمتی که میکنیم همینطور که در عیسی مسیح در اشای نبی باب 61 اینجا نوشته, ش... نوشته که روح خداوند یهو من هست و زیرا خداوند مرا رو مز کرده هست تا مسکینان رو بشارت بدم چه زیباست در در اشای نبی باب 52 چه زیباست بر کوههای در بر ها پایه که سلامتی رو ندا می کند این پاهایش شما پاهای ماست عزیزان چه زیباست بر کوه چی گفتیم کلیسا یا میگه که شما نور عالم هستی شهری که بر کوه کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد کوها الان میگه که چه زیباست بر کوها پاهای مبشر که سلامتی رو ندا میکنن این پاهای ما هستن و به خیر خیرات بشارت میدهند و نجات را ندا میکنند و به سیون میگویند که خدای تو سلطنت میکند محافظان شهر از شادی فریاد میزنند و مردم همه با هم با شادی فریاد میزنند بازگشت خداوند را به سیون مشاهده, مشاهده میکنند این وظیفه ماست عزیزم پاهای ما همون پاهایی هست که میگه که پاهای مبشر چه زیباست خدا میخواد از این پاهای ما استفاده کنه از دهن ما استفاده کنه که بتونیم در این زمان آخری که ما زندگی میکنیم بتونیم با این قدرت روح قدس به اضافه کلام انجیل کلام پادشاهی خدا به هر جایی که هستیم سر کار هستیم مدرسه هستیم مرتبه دکتر هستیم هر جایی که هستیم تراکتات های خودمون داشته باشیم توی میز کتاب اونجا همه چیز رو ما آماده کردیم یا هایی هست حتی اونجا میتونیم بگین دعوت کنیم برای کلیسا یا شماره زنگ بزنیم اینجا ما برای شما دعا میکنیم همه امکانات رو به شما دادیم که فقط شما باید ورداریم و بتونیم این کار رو انجام بدیم آمین با هم دعا کنیم این کار و این کلام امیدوار هستم این کلامی که صحبت کردم قدرت بود با هدایت روح قدس که قلب های ما رو عوض کنه تسخیر کنه خداوند ممنون هستیم ممنون هستیم خداوند که تو ما رو اوریان نمیفرسی بلکه تو به ما اختدار دادی رول قدس تو در ما قرار گرفتی این دینامیتی در ما هست که بتونیم هر جایی که هستیم خداوند خجالت نکشیم همینطور که گفته آر ندارم چون میدونم این کلامی که من الان صحبت میکنم در اونش قدرت هست که میتونه دیوارا رو بشکنه توی تاریکی نور بیاره افراد رو از جهنم آزاد کنه خداوند خواهش میکنم از من شروع میکنم به همه ما خداوند این فیض خودت رو ببخش بگذار این کلامی که امروز ما صحبت کردیم یا تو صحبت کردی واقعا زندگی ما رو دگرگون بشه بیداری در ما به وجود بیاد و با چشمای قلب خودمون خداوند بتونیم یا نه چشمای قلب تو خداوند نه چشمای قلبمون با چشمای تو نگاه کنیم خداوند و این دنیا رو ببینیم بیار بول فکر میکنم یه لحظه عزیزان خود خوب میشه چشما خودمون ببندیم نمیخوام همینطور بریم آمین ببریم. بریم این سخنی که شنیدین به چه نتیجه ای میرسین چی فکر میکنین آیا چیزی باید الان عوض بشه این کلام نمیخواد تو رو محکوم کنه این کلام میخواد تو رو بیدار کنه بیا روی خداست نگاه کن به دوراور تو کجا که جایی که زندگی میکنی یا سر کار هستی یا مدرسه هستی و نگاه کن تو همه در ظلمت کلام رو نشنیدن هیچ اطلاعی ندارن مثل برادرهای تو هستن، مادر تو هستن، پدرت، دخترت، پسرت. احساس میکنم ایسان هستی میگه که چی میخواهی همه کمک ها من، حس که به تو بکنم بیا, بیا خداوند کمک کن که پاهای ما خداوند پاهایی باشه خداوند خواهی مبشر باشه هر جایی که ما میریم خداوند اول افتخار کنیم که میتونیم از تو تعریف کنیم و از امروز به بعد واقعا بدونیم هر جایی که ما تعریف میکنیم همزمان ببینیم که تو ما رو جل پدر از ما تعریف میکنی همینطور خداوند زمانی که این کلامه تو رو کلام سلامتی تو رو می کنیم و بشارت میدیم خداوند واقعا آگاهانه بدونیم خداوند جلال تو جلال روح جلال تو خداوند روح ماست و خواهش میکنم خداوند ما رو از این انسان ترسی آزاد کن بیا روح القدس دعا میکنم الان بیا با روی تو ما رو خداوند احیا کن بیدار کن هر چیزی که در مخرید خوابیده بلند کن خداوند که این هفته آیندهش خداوند شهادت های عالی داشته باشیم تا هفته آینده افرادی صحبت کردیم ایشان رو هدایت کنیم که بیان کلیسا یا دست بزنیم برای ایشان دعا کنیم و تو اونجا شفا بدی بیا خداوند بگذارین تجربه زنده رو ما بکنیم خداوند یک شنبه ها شهادت بدیم چطور افراد ایمان آوردن نجات پیدا کردن شفا گرفتن این خواهش رو از تو داریم ای پادشاه ای روح قدس که تو با ما و در ما هستی ممنون هستیم از تو و در نام تو عیسی مسیح هم دعا میکنیم آمین و آمین